تشریف آوردن در استودیو هستن میر احمد محمودی رو با خود داریم مربی ورزش و حافظه که امروز میخواد در رابطه با ورزش و حافظه با شما صحبت کنه که چگونه بتونیم یک حافظه خیلی قوی داشته باشیم و شما هم بیننده باشین و امیدوار هستم از صحبتاش خیلی مستفید شوید سلام و صبح شما بخیر خیلی خوش آمدید سلام صبح شما بخیر و صبح تمام ببین داینازری که همه ما رو از دریچه آینه تماشا می‌کنن جناب محمودی خوب هستین خدای چگونه آغاز شد سلامت باشین یک روز خیلی خوب و خیلی زیبا رو آغاز کردیم امیدوارم که هر کس هر دوستی که ما رو می‌بینن روز و هفته خیلی خوب و آغاز کرده باشه خیلی خوب است. ما هم امروز می کردیم تا پایان هفته تا تو سر حال و خوشحال باشه قربونتتون بیاین امروز صحبت کنیم از ورزش آوازه که چگونه یک ورزش است و کسایی که آگاهی ندارن آگاه شون از این ورزش تشکر ورزش حافظه همانند دیگه ورزش ها است دیگه ورزش ها دقیقا برای سلامتی بدن انسان بر فیزیولوژی بدن انسان است ولی ورزش حافظه قسم دیزاین شده که ما بتانیم در قرن که دغدغای های روزگار خیلی زیاد است سرعت زمان خیلی سریع است ما بتانیم که در این حالت حافظه خوب داشته باشیم و حافظه خود تمرین بتیم ورزش بتیم مثل اعضای بدن ما امه. یک عضو بدن است و خیلی نیاز داره به تمرین خیلی نیاز داره به سلامتی بله. و میتونیم با استفاده از ورزش حافظه از تکنیک های ورزش حافظه ما یک حافظه سالم و داشته باشیم بسیار خوب بیاین اول در رابطه تمرینش بگیم بدن هم روی موضوع دیگه میپردازیم تمرینش چگونه هست و چگونه باید ما آفزی خود را رشد بتیم کسایی که خیلی به این مشکل مواجه هستن تکنیکایی که ما برای تقویت حافظه استفاده همه. میکنیم یا برای اینکه چطور بتونیم آفزی خود را ورزش بتیم تکنیک های خیلی زیاد است تکنیکایی نیست که یعنی فیزیکی اجرا شوه در کل تکنیکایی هایی است که حفظی است هر روز مثل که دقیقا ما میتونیم قسم ساده بسازیمش که حافظه زمان خوب رشد میکنه که ما دقت درست داشته باشیم تمرکز درست داشته باشیم و بتونیم از او خداگاه استفاده بکنیم و حافظه خدا به کار پرتیم به طور متواتر هر روز از او استفاده درست بکنیم دقیقا نمی تکنیکایی هایی که امروز در ورزش های رزمی هم وجود داره یک ورزشکار میره از وجودش استفاده میکنه تمام اعضای بدنش فعالیت مندازه به کار مندازه به او خاطر یک فیزیولوژی خوبتر می داشته باشه بدنشون خوبتر رشد میکنه دقیقا امروز باید سر حافظه رقم کار بکنیم حافظه را در کار پرتیم ازش استفاده بکنیم روش های فوق زیاد داره که ما روش هایش میشه که اجرا شو کنم زمان در برنامه ما بتونیم که اجرا بکنیم بخیر حتما برتون چی میکنم اجراش میکنم پیش شما کدام افراد اشخاص مراجعه میکنه به خاطر که بخوای ورزش حافظه را شروع کنه و به خاطر اینکه یک حافظه خیلی قوی داشته باشه تمرینات رو شما آغاز کنه خب اسم مفصل تر دقیقا برنامه که ما دارم اکثریتش بر کسایی است بر زیادتر بر طبقه جوان کار میکنیم معاصل است متعلم است ساده تر اگه بگوییمش همین دو طبقه است که شما میان کسایی که علاقه در رشد هستند زندگی میخواین یک زندگی خوبتر داشته باشن میخواین یک آینده خوب برای خود رقم بزنن حتما پیش ما مراجعه میکنن یعنی نتیجه ازی باز است فوق العاده نتیجه خوب است ما ما قبلا هم در برنامه ها گفتیم در شروع هایی که نه آمده بودیم به افغانستان امیدوار نبودیم و چون تجربه نشده بود ولی امروز که تقریبا یک سال مگذره از این کار ما در افغانستان فوق العاده نتیجه گرفتیم این شاگردی که اصلا میخواست مکتب ترک بکنه یا پنتون ترک بکنه امروز با اگه بلند با اگه قوی با امیدواری نسبت باینده با هر شاگرد که امروز پیش ما مراجعه کردن فوق العاده نتیجه خوب گرفتیم از بسیار خوب اما بعضی ها ازی دارن که حافظیشون درست نمی کلمات را که میخوانن جذب نمی کردن بجز جز چند کلمه این دلیلش ده چی هست که بعض نوجوانان این مشکل دارن اکثریت اکثریت هم مشکل داره داره به خاطر ازی است که در دوران مکتب در شروع ما مکتب شروع میکنیم در خانواده ها بر ما نمیگن چگونه هیچ کس یاد نمیده که چیگونه بخونین فقط میگه بخونین وقتی درست خواندن بر ما یاد نمیتن ماهیت مغز و حافظه را بر ما تشریف تعریف نمیکنن که مغز چیگونه کار میکنه دقیقا چیزی را که ما یاد میگیریم با یک طریقه که از, از تا آموختیم درست نیست علمی نیست پس فراموش میشه بسیار خوب آیا میتونیم بردش حافظه را از خود خانواده آغاز کنیم که در فامیل ش... پدر یا مادر به کمک بکنه به خاطر اینکه یک حافظه درست داشته باشیم از البته. در نگاه البته البته ما دقیقاً نمی پیشنهادم به تمام خانواده ها <متصفح> از خصوصا به پدرها مادرای نسل نو که باید خودشون اول یاد بگیرن بعد تلاش بکنن زحمت بکشن روی اولادشون کار بکنن به خاطر از دو سه کتاب را که ما دارم زیر کار که باشه خانه به خانه بره هر کس بتونه از استفاده بکنه بسیار <متصفح> از نگاه شما کتاب خواندن چقدر به رشد حافظه کمک میکنه؟ صد در صد گرچه حالا بعض فامیل ها نسبت به کتاب صفحات اشتماعی را خیلی ترجمه میدن چون ما دیدیم اما بین از نظر شما کتاب خواندن روی روان چقدر تاثیرات داره؟ فوق زندگی و هر لحظه یک انسان کتاب تغییر میده می یک فرمول ثابت شده است ایر من میتونم بگویم که همون یک چیز از دقیقا هست در دنیا متر است کسی که یک کتاب میخونه و کسی که یک روزش با سوشال میدیا با صفات اجتماعی با سریال با فلم فقط یک روز زندگیش هدر میده دقیقا اون آدم نقص کرده و هدف سوال شمایی بود که چقدر با حافظه خوب است بهترین ورزش دانشمندا میگه که بر مغز انسان مطالعه کردن است اما مطالعه کردن با روش های تندخانی امروز اکثریت کسا کند میخوانن، میخوانند خسته میشن سردرد میشن چشم درد میشن خوابشون میگیره اینی دلایلی است که یک انسان کند میخواند درست خواندن ها یاد نداره ولی مطالعه کردن با شیوه تندخانی که سریع بخوانند خوب درک بکنن فوق العاده برای مغز انسان خوب بسیار خوب از کتابش یاداور شدین آیا کتابش چاپ شده و اگر چاپ شده چرا به درس معرف قرار نگرفته تا به مکاتب توضیح شود به خاطر رشد حافظه که در مکاتب درس میخوانند این یک پروسه کم نسبتا طولانی است که ما صحبت شده با دولت مردای افغانستان که ما دو کتاب خواستیم در قالب یک کتاب چاپ بکنیم که ورزش حافظه است که چطور بتونیم آفزه خدا ورزش بتیم چطور بتونیم که اول روهن آرامش داشته باشیم تمرکز درست داشته باشیم امی بحث را مکمل ما یک جای کردیم چطور بتونیم خوب درک بکنیم و خوب یاد بگیریم بحث تندخانی و اصول درست مطالعه است که این شاید یک سال دیگه وقت بگیره شاید بیشتر از اون وقت بگیره تا چاپ شوه به دو زبان ملی افغانستان و شامل نصاب تعلیمی شوه یعنی تا حالا چاپ نشده نه هنوز زیر کار است بسیار خوب امه. ما هم منتظر هستیم که چاپ شوه و در دسترس کسایی که دو قرار بگیره خب بیاین اول ازی بگوین که روح روان چقدر میتونه روح روان ناسالم چقدر میتونه در کنسازی حافظه ما یعنی کمک کنه که وقتی اگر ما میخوایم آفزی درست داشته باشیم با روح روان خراب آفزی ما کن شود دقیقا میتونیم اگر ما آرامش نداشته باشیم پیشنیاز نیاز تمام برنامه های زندگی یک انسان آرام بودن است بله اگر شما امروز می در برنامه نیاز به آرامش داریم <applause> اگر مطالعه میکنیم اگر امتحان داریم اگر دقیقا به یک جلسه میریم به یک سیمینار اشتراک میکنیم خلاصه هر کاری که هستیم در هر مقطعی که قرار داریم نیاز اساسی ما آرام بودن است آرامش است که ما اگر بگوییم نیازهای اولیه بدن اکسیژن است آب است غذا است اینا رو میگیریم ولی روحان بر روان خود ما تمرینای در دنیا وجود داره که از استفاده نمیکنیم و صد فی اگر ما روهن آرام نباشیم تمام آن چی را که فقط دفتن یاد میگیریم حافظه آفزه انسان آفزه کوتامدت تا یک چند لحظه را میتونه که ثبت بکنه پس فراموش میشه خب جناب محمودی بیاین از بگین که آیا کدام سیمینار داشتین و یا هم کدام برنامه به خاطر حافظه یا خیر ما از شروع کار تا فعلا تقریبا 16 دور سیمینارای رایگان گرفتیم بر جوانا که بیشتر از 11 صد نفر اشتراک داشته در و دا و در پولی از او سنف دارم در دا آکادمی ورزش حافظی افغانستان یک نهاده است که در پولی کلپ معفقیت که در کلپ معفقیت ما روی انگیزه دهی و عدف گذاری بر جوان ها کار میکنیم خیلی نیاز است و در اکادمی هم روی ورزش حافظه که هردوش یک جای سنفا است که جوان ها میتونن اشتراک میکنن یاد میگیرن رشد میکنن <applause> بسیار خوب چگونه جذب میشن علاقمندایی که میخواین بیان ای کورس شما اشتراک کنن کسایی که در اکادمی میان یا در کلاب موفقیت میان اینا از طریق صفحه اجتماعی ما از طریق وبسایت ما مراجعه میکنن یا حضوری مراجعه میکنن برنامه ها را و یک شرایط داریم یک سوالنامه داریم که در دا شروع میخوایم بفهمیم یک نفر که اگر در برنامه ما اشتراک میکنه چقدر انگیزه داره چقدر میخواه واقعا رشد بکنه یک نفر فقط خواسته که میگه ما یادم میره اینی را که یک جای میمانم یک کلی است یک جای میمانم اینمی یادم میره ما بر فقط یک تمرین همو دفتن میتیم ازش اصلا پول هم نمیگیم می میگیم تمرین بکنیم جور میشی ولی یک نفر که میخوای بسیار موضوعات بزرگ زندگی خود رقم بزنه باز اطمان رو شامل برنامه میکنه بسیار خوب چقدر مفق شدین و کسایی که تا حال پیش شما مراجع کردن یک نتیجه خیلی خوب گرفتن البته ما در چند کاتگوری شاگرد تربیت میکنم یک کاتگوری که شاگردای ما هستند فعلا بر مسابقات آماده میکنم ما خودم اولین ورزشکار به طور رسمی از افغانستان بودیم که دستاوردهای آورد البته اون ورزش گذاری کردیم. اول خودم ورزشکار بودم. رفتیم مسابقه کردیم دستاوردهای بر افغانستان داشتیم حالا میخوایم که من یک مربی دستاورد داشته باشم صادقانه انجمن حافظه افغانستان بسیار صادقانه کار میکنه که کسی که استعداد داره جوان که استعداد داره هر کس باشه فعلا دو دانه دختر خانم است که برای مسابقات بین المللی آماده میشن فوق دا استعداد دارن حافظه فوق العاده دا زیبا دارن زحمت میکشن سه،, چهار نفر بچه هستن که زحمت میکشن اصلا هیچ کدامش نمیشناسم فقط آمدن شاگرد شدن و ما از بین 40 نفر اینا رو انتخاب کردیم فوق خوب است بسیار خوب و جز از تکتیک هایی که شما دارین دیگه کدام بخش ها از به خاطر رشد ورزش هم گفتین که <متصفح> یک دلیل خیلی خوب است بین بی از که دیگه کدام تکتیک ها هست تمام ورزش های رزمی هم برای مثلا اگه فوتبال هم از برای رشد حافظه خوب است <متصفح> ولی بهترین ورزش را که دانشمندا میگه دوش است ریسمان است ریسمان بازی میگه این مش ساده شنا است <متصفح> فیتنس هست برای حافظه و برای ها خوب است ورزش روبیکس هست یک چیزی که ما در دا داریم برای طفلای 7 ساله و 8 ساله داریم روبیکس هم شما در افغانستان به نام جنجالک میشناسیم یک چیزی که هست خورد مم. او برای رشد حافظه فوق العاده زیبا است سپید که 12 و گلاس است با این گلاس در هزار مرک... مرکز دنیا تدریس میشه فوق واقعا برای رشد حافظه و مغز و فعالسازی هر دو یک طفل که تمام مادرها و پدرایی که مرا میبینن فوق العاده زیبا است یعنی صد درصد طفل یک طفل متفاوت بچه و دختر یک انسان متفاوت میسازه اه. او است بازی شطرنج است اینا تمامش ورزش است خب اینا بخش بخش است سنین مشخص داره یا با بزرگسال هم است نه ایست استاکس هم میگن امی گلاس که گفتم نه در کل همه گیش این فرق میکنه ما از خورد بزرگ است یا فقط با بزرگ سالا و نوجوانان نه از اف سالا بیاین بگیریم تا 60 70 سالا را میتونن کشن بله زونه میتونن 60 70 به خاطر <تصفح> از اینکه کارکرد حافظه بعد از سن 70 بسیار پایین میاد دیگه نمیتونیم که سرش کار بکنیم نمیتونیم که رشدش بدیم به خاطر قدر بسیار خوب کدام سنین زیاد مراجعه کرده تا حالا پیش شما خرد بوده یا نوجوان و یا هم بالاتر است سی زیادتر کسایی مراجعه میکنن که یا از مکتب فارغ شدن میرن به طرف دانشگاه میخواین امتیان کنکور بتن که بسیار زیاد است این کاتگوری و کاتگوری دوم که خیلی زیاد است محصلین هستن کسایی هستن که سن میتونم برتان بگم از سن و 17 تا سن سی و سی و حتی تا پنجاه هم ما داشتیم یعنی 15 فیصد از شاگردان تا سال 45 و 50 بوده یعنی بیشترینش محسلین بوده و کسایی که از 12 فارغ شدن و به مرحله نو زندگی را آغاز میکنن طرف کانکور میرن طرف دانشگاه میرن اونا هستن بله چقدر خوشبین هستین از اینکه ورزش حافظه را بالای خود هم تجربه کردین یا خیر ورزش حافظه را. بله ما دو مسابقه بین المللی داشتیم <applause> که یک مدال طلا از مسابقه جام جهانیم دارم یک مدال طلا از مسابقه هندستانم دارم سه مدال دیگه دارم هر روز ورزش میکنم هر روز صبحی وقتی که بیدار میشم از خواب زندگی من با ورزش حافظه شروع میشه و با ورزش حافظه شام میخوابم تمام تمرینایش اگر من خودم تمرین نکنم نمیتونم به اعتماد به نفس خوب و بالا ما امروز شاگردم کار بکنم به خوب فامیلم امروز شما ورزش میکنن یا میتونن فامیل تنه شما هستید نمیکنن یگانه خوبی یگانه چنج یگانه تغییر که در خانواده ما یک مدت زمان میشم اومده که همگی کتاب میخوانن کلان ترین ورزش همیس یک خانواده ای که سریال سای میکرد یک خانواده ای که فیلم میدیدن ولی سوال یک مدت زمان خیلی طولانی میشه که دیگه همگی موی سفیده ما جوان ما امروز کتاب میخوانم بزرگترین آرزوی ما بوده <applause> است از سریال یادآور شدین چون بعض ها هست مهم. که نسبت به کتاب و یا هم نسبت به مطالعه سریال خیلی تشبیه میکنن و تفلایشون و تا جایی که من متوجه هستم امیر ساد که پنج بجا میشه و بالاخره وقت با بستر خواب میرن سریال هست پیشنهاد شما به فامیلایی که در حق تفلای خود ظلم میکنن ظلم بگیم دیگه چون سریال رای موفقیت نیست چی هست تا که سریال دوری بعد از این و کوشش کنن که رای مطالعه رو را پیش بگیره بهترین گزینه ای است که بیاین ما ارزش را درک بکنیم بیاین ارزش دیدن یک سریال را درک بکنیم درست از به خاطر تفریح یک ساعت میتونی ببینی بیاین ارزش مطالعه را درک بکنیم امروز افغانستان در سطح قرار داره به خاطر از است که کم مطالعه شده در بین مردم اگر کسی از کسی تنفر داره کسی تعصب میکنه تمامش به خاطر چی است به خاطر از که ما به زیاد مطالعه نکردیم ما به مادرها و پدرها و خانواده ها پیشنهاد می کنم که اطفالتون تشویق بکنین با آینده خوب تشویق بکنین به مطالعه و درس خیر است که شما اگر نخوندین زمینه بر شما مساعد نبوده زمینه بر ما هم مساعد نبود ما هم در پاکستان در روزگار بسیار سخت درس یاد گرفتیم مطالعه بکنین از زمان سریال و کارتونی و تفریح زیاد تفلایتان بکنین و برشان فرصت مساعد بکنین که مطالعه بکنن یک چیز بسیار مهمه که میخوایم به خانواده بگویم به خانواده تحصیل کرده و خانواده که خودشون هم تحصیل نکردن میخوایم اردو را بگویم یک موضوع را که تفلتان اگر شب یاد میگیره لطفا خواهش میکنم که بگذارین شب درس بخونه <applause> اگر طفل تان صبح وقت یاد میگیره بگذارین صبح وقت درس یاد بگیره به خاطر از اینکه ای موضوعاتی هست که بر ما گفته نشده بود ولی امروز در دنیا بسیار مهم است که ما باید, با باید بگوییم یاد گرفتیم بگوییم هر انسان یک نقطه اوج انرژی داره و اون نقطه اوج انرژی میتونه که دقیقاً صبح وقت باشه یک نفر خوب یاد بگیره <applause> یا یک نفر شب خوب یاد بگیره ولی مادر و پدرها همیشه ظلم میکنن شب طفلی که خوب یاد میگیره را <applause> صبح زود بیدارش میکنن که بخی درس بخون او بیچاره بالاخره رایش را گم میکنه نمیتونه چه وقت باید. یاد بگیرم چه وقت بخونم امیره میخواستم بگویم آها خیلی خوب است ما هم خدا کنه که خوب است از این که وقت مناسبش چه وقت است برای چی و مطالعه کردن امیره امیره با, امیرم، امیرم، امیرم. با ورزش باید یک تایم خیلی خاص داشته باشه البته اول ما در زندگی خود از مثلا ما هر روز زندگی ما یک روز پیش برنامه ریزی میکنم فردا چی کار دارم امروز ساعت افتونیم باید اینجا حاضر میبودم بودم چند بجا اینجا خلاص میشم چیکار باید بکنم ولی بحث مطالعه یکی میخوایم برای هر کسی که مطالعه را دوست داره میخوایم بکنیم که من منایس یک مربی مطالعه مربی زندگی مربی ورزش حافظه میخوایم برتونی را بگویم که مطالعه وقت نداره هر وقت میتونین مطالعه بکنید. هر وقت که وقت یافتی مطالعه بکو بخاطر بسیار ارزش داره و هیچ لذت برابری کرده نمیتونه به لذت خواندن و موضوع دیگه هر انسان یک نقطه اوج انرژی داره یک نقطه که با ریتم میگنش خودت شاید شب خوب مطالعه کرده بتونی در روز نتونی زمانی که در جریان یک هفته مطالعه میکنی صبح چاش دیگر عصر شام بعد از شام ساعت های نو بجه ما من خودم از همیشه در جریان روز مطالعه میکردم کردم در سای مکتب و پانتونه نمیتونستم یاد بگیرم <applause> ولی آل فعلا بهترین زمانی که من میتونم مطالعه بکنم شب است زمانی که آرامی میشه یعنی اون نقطه اوج انرژی ماست که درک من بالا میره و یادگیری هم خیلی خوب است بسیار خوب بیاین روی برنامه هایتان صحبت کنید که چه برنامه دارین در آینده تا کسایی که دوست دارن بفهمن و آگاه شوند و بیاین در این پروسه هم شما شارک شنن. ما جدید از وقتی که کار میکنم برنامه تغییر دارم مهم. که دو ماه هست یک برنامه کوچک است یک نفر که میای <coughs> کن میخوانه حافظه خودش میگه که حافظه درست کار نمیکنه اما چیزی را که یاد میگیرم فراموش میکنم ولی در دو ماه برنامه ما از آرامش همراهش کار میکنیم تا بالاخره تقویت و حافظه تنخانی و عدف و برنامه ریزی تغییر میتیمش و فوق تغییر هم میکنن برنامه دیگه ما برنامه مسابقاتی است که جوان برای مسابقات آماده میشه برنامه دیگه ما چندین برنامه دیگه هم داریم که برای رشد مغز است ولی یک برنامه دیگه که ما احساس کردم امروز نیاز از افغانستان امروز مادر مصروف کار خانه است اکثرن یا اگر وظیفه هستن مصروف زندگی هستن پدرها همچنان اه. خیلی کم شده که یک خانواده بر جوان بر طفل خود بر بچه و دختر خود انگیزه بتن رای درست آینده را برشون بگوین برشون متوجهشون بسازن که عزیز دلم امروز نیاز نیست تو بشینی شب تا صبح گیم پلیستیشن بزنی اه. شب تا صبح تو شب یعنی دو ساعت سه ساعت تو فیلم سایی سریال سایی هر شب بحر. ما میخوایم که برنامه جدید رو روی دست داریم که هر هفته دو ویدیو نشر میکنیم که تقالب از این ویدیو درس های زندگی رو برشون میخوایم بر جوان ها می خواهیم بتیم که چگونه میتونیم ما یک زندگی درست یک نظام در زندگی خود داشته باشیم تشکر میر محمودی اون مربی ورزش حافظه خیلی خوشحال شدیم که امروز آمدین و خیلی صحبت های ارزشمند داشتیم قربانتان تشکر سلامت. از شما سلامت.